سلام پر از محبت خود را خدمت شما بینندگان عزیز از دوشنبه تاجیکستان تقدیم میکنم. امیدوار هستم در هر کجایی که بیننده ما هستین از صحت خوب برخوردار باشید. باز هم برنامه توتی باز است از دوشنبه تاجیکستان بر شما عزیزان تقدیم میکنم و این بار در برنامه هنرمند عزیز گرامی و دوست داشتنی و همچنان توانمند ای عزیز را که شما سالای سال آهنگایش شنیدین دوست دارش هستین در برنامه مهمان ما هستن. خب ای دوست عزیز و گرامی ما آقای جانی بیک مرادوف است. سلام بر شما. سلام علیکم. زیاد تشکر. خوشحال شدم شما رو میبینم. برای سخنان نیکتان، برای احترامتان خوش آمدید به وطن خودتان. برای همین بسیار خوش از دیدار اینترویو رو شروع میکنیم برای مردم و برای تماشابینان توتی تیوی. زنده باشین. بسیار تشکر. ما هم خوشحال هستم که شما را باز هم از نزدیک میبینم و در برنامه داریم. چطور هستین؟ کجا هستین؟ در آخر هم مگم کمتر معلوم میشین؟ کم کار میکنین؟ مصروف کدام پیسه ساختن هستین؟ در تلویزیون های افغانستان بله. لیکن در تاجیکستان و در ازبکستان و در اساسا من یک 3 سال در کیف زندگی میکردم در اوکراین. بعد از اونجا خیلی کارهای ما خوب بود، خیلی گویم سرودها ما مشهور شد و محبوبیت پیدا کردیم. و بعد از اونی که کرونا ویروس شروع شد دیگه، بعد پس آمدم به وطن به پیش پدر و مادر، برای که دیگه نمیفهمیدی چی میشه دنیا. بله. همه سرحدا بسته شدن. برای همین بعد از اونجا باز پلان ها تغییر یافتن. حاضر اساس کاری ما در همین آسیای میانه، گویم تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، دوبای، همین جا زیادتر رفت آمد داریم. بسیار عالی. شما گفتین که کارتان کمتر شد در رسانه های افغانستان یا در چنل های افغانستان. این با چی دلیل؟ خودتان نخواستین یا چرا فاصله ایجاد شد؟ شروع من نمیخواهم. مثلا ما که من از تمام مردم افغان از زمین تا آسمان مندار هستم، برای که اینقدر نان نمکشان خوردم. و باری اول وقتی که ما کنترای ما در جتورای جهانی بود با امروی شبنم جان، اینقدر ما را مهربانی کردن، مهمان نوازی کردن، احترام. این روزها هیچ وقت از خاطر من نمی براید. بعد علاقمند های زیاد دارم مثلا در افغانستان. برای همین مردم افغانستان یک دل یا جگر در وجود من است. میره خود شما 100% میفهمین که مردم افغانستان شما را به اندازه دوست دارم. میشه کارهایتان را تعقیب کرده، تشویقتان کرده. از تور و کنسرت های جهانیتان یاد کردین. چه خوب است که از تور امریکایتان یاد بکنین که در اوجه با شبنم جان و سرایا کنسرت داشتین و ترای ویژن برگزار کرده بود. خاطراتتان از زمان بگین. بهترین. عموما برای چی بهترین؟ برای که وقتی که تشکیلات کننده در سطح پروفشنالی کار میکنه، بله، دیگه همه چی خوب میشه. برای همین ترای ویژن یکی از کمپانی هایی که در کمیونیتی افغان ها گوییم در جای اول در به نظر من، برای که ارسلان جان، سلیمان جان، اینا چی فیملی بهتری دارن، بسیار اسلوب و آداب تربیه در سطح عالی. برای همین ما خیلی حرمت میکنیم. تا حاضر دوستی ما دوام دارد و انشاءالله فکر میکنم که روزهای آینده شاید باز تورهای نو را ترای ویژن تشکیل کند و ما تاجیکا از تاجیکستان مهمانی امریکا شویم. 100% این بار بخیر کوشش میکنیم که بیشتر از گذشته کلانتر، خوبتر و وسیع‌تر برگزار بکنیم. شما دعوت ما شاید دیگه هنرمندای عزیز بین از شبنم جان سرایا یاد کردین. تا حال و خمرای شتمن به تماس هستیم. دوستی خوب بار بر جا هست. البته ما فهم همیشه دوست بودیم، دوست میمانیم. انشاءالله در ما هنرمند هستیم. برای همین احترام و دوستی هیچگاه از ما جدا نمیشه. به خاطر که بعض وقتا میونرمندا با هم جور نمی هن. ما گفتیم که مبادا یگان نفر رابطا خوب میشه. من پرسی از تمام هنرمنده و من با هم اگه جور هستم با هیچ مشکل با کسی بازار در خاطری این چیزو کمتر خنده‌آور است برای من. مثلا باید همه متحد باشد. ما مثلا صنعتکارا باید متحد باشیم که مردم از ما بسیار چیز رو برای که نگاه میکند میاموزد. برای همین این چیزا باید نباشد بین صنعتکارا. باید اگه اتفاق و اتحاد برای حاضر اکو پیر و برای مجله ها و برای مشهور شدن برای چی میگن تماشابین زیاد شدنش شاید یه چیز خوب است، لیکن از راستی که باشه یه چیز خوب نیست.
جالب نیست کاملا. خب حال از کارهای جدیدتان بر ما بگین که کمتر پیشتر که قسم شما هم گفتین می تماشاگرای افغانتان کمتر از شما میشنوند، اینا رو بر از اونا مژده بدین بگین که چی کارهای نو را شما زیر کار گرفتین. حاضر شکر خدا همین یوتیوب هست. آبان. مثلا در یوتیوب اگر نوشته کنی جانب 2020 2021 2022 کدام سالی که خواهی همه چی کارهای ما مثلا میبرد در اونجا. برای همین ما هر سال کار میکنیم، هر سال پروژه‌های نو به نو. و شما در تاجیکستان میتونین از اینجا خارج از خود نامخلا به اندازه دوستا و علاقمندا زیاد است. ما که آمدم که گفتم که جانبه که عزیز میاین اینجا همگی خرسند بودن، خوشحال بودن که شما بخیر میاین اینجا. حالا تازه ترین که هنوز به بازار نبر آمده، هنوز ننداختین کدام کار اثر داره؟ سرود درباره گویم همبستگی که ما میخواهیم نشان دهیم که وقتای پیش در شهر دوشنبه هم تاجیکا زندگی میکردن، هم جهوتا زندگی میکردن، جویچان هم ایسایی یهودی بعد پیش از همه اونجا زردشتی ها مثلا بودن که پیش از دینی اسلام زردشتی دینی تاجیکا بودن. بعد برای همین ما یک سرود اجرا کردیم و با ویدیو کلیپش که تمام همین شخصیت مثلا سجده تنها به خدا میکند، لکن با هر رویه ها لکن نگاه نکرده به همین چیزها. ما باید همیشه یکدیگر رو دوست داریم، یکدیگر رو احترام کنیم و احترامانه و دوستانه زندگی کنیم. و ما همین چیز رو در همون نوارا نشان دادیم که چی رقم میشه. برای که حتی همین کووید هم آمد، کرونا، در یک جایگی این چیز مثلا بریدن خیلی تنها مسلمان ها نتونست که ایره دور کنند یا تنها دیگه بودیست ها یا هندو ها همه در یک جایگی غالب آمدن. برای همین در زندگی یک جا باشی پس خوبتر و جالبتر است. بسیار عالی. در پالی شما کدام هنرمند دیگه هم از دیگه هنگ نه تنها شما هستین که نشان میدین. بسیار خوب. از هنرمندایی که در داخل تاجیکستان هست، هموطنان شما، بیشتر با کی با تماس هستین، با کی کار میکنین؟ سابقا خوزیاتر با شبنم جان بود، حالا بیشتر با کی هستی؟ بیشتر با زلیخا همکاری میکنیم هست از تاجیکستان. بعد ولی جان عزیزم هم دوست دیرینه ای من است، زیاد همکاری هم میکنیم یک جا تا حال. بعد من باز زیاد با هنرمندای ازبکستان همکاری میکنم، مثلا یولدوز جان، بعد اولوغبیگ رحمت اللهیف، سردار رحیم خان. باز یک چند پروژه های نو هست که در سال 2023 خدا خواهد نشان میسازیم. بسیار عالی، بسیار عالی. امیدوار هستم که در کارهایتان موفق باشین مثل همیش و موفق هم هستین نام خدا. در پاری کار سنت و هنر اینا مصروفیت های دیگه هم دارین؟ خیلی در همین از اوکراین دوستای من به من کم کم همین بیزنس هم یاد دادن. خب برای همین کم کم دیگه شروع کرده استودیم در راه بیزنس هم که یکان موفق شویم انشالله. بسیار خوب، ما مطمئن هستم که در او هم به خوبی میدرخشین. در پالوی ازی میشه که یاد بکنین از شرایط و زندگی و وضعیت در خود تاجیکستان اینجا چی گونه است و چی سبب شده بود که رفته بودین شما با کیف؟ سبب تنها سبب کاری. کاری مثلا نمون سرپرستی ما و ما مثلا یک مدت پیسه کلان جدا کرد که ما در اونجا آموزیم، سرود ها آلبوم در اونجا ثبت کنیم، ویدیو کلیپ در اونجا نشر کنیم. بعد در تمام تلویزیون و رادیوها اونجا ما دیگه قدم های اولین رو شروع کردیم. در بین 3 سال خیلی معروفیت پیدا کردیم شکر خدا. برای همین کرونا و همین جنگ ها و همین چیزها خیلی خلل رساند که الان خودتان میبینید چی گپ از دو طرف ها. برای همین بگذار که همونجا هم صلح و آرامی شوه و تمام دنیا تنجی و آرامی شوه و همه همین تنج و امان زندگی کنند که از همه مهم همی است. مسئله دوشنبه خیلی خودتان میبینید چی دوشنبه مثل دوبای دیگه شده. به اندازه مقبول با 10 سال آخر بسیار زیاد پیش رفته و روز به روز وطن ما پیش می رود و اساس امنیتی بهترین دارد. الان شما میبینید که در دنیا چی پروبلم است؟ امنیت. امنیت واسه دولت های بزرگترین اروپا، دولت حتی در امریکا چی کارا میشه و کی مثلا
در اینجا شکر خدا ای گپا نیست. کاملا بینندای عزیز، دوستان گرامی، از روزی که ما در شهر زیبای دوشنبه هستم واقعا امنیت سراسری در وقت شب روز برای هیچ کدام مزاحمت نیست و در پالی از اینا اینقدر محبت میتن که بفهمن که افغان هستی، از افغانستان هستی. واقعا بسیار مهمان نوازی میکنن که هیچ دل ما کنده نمیشه که ما پس برم به طرف امریکا و این بوی وطن و خاک بر ما میآید، بخصوص مایی که افغانستان فعلا در این شرایط رفتن نمیتونم و احساس میکنم که در چند قدمی خاک هستم، وطن هستم و ما اینجا بسیار بر ما وطن است. بله. برادر هستیم، هم زبان هستیم، هم فرهنگ هستیم. بله. که واقعا جای بسیار خوشی است بر ما کسایی که از بیرون است کشور میایم. جانبه که عزیز، میشه در مورد هنرمندای افغان از شما بپرسیم؟ شما همکاری های بسیار خوب بله. همراه نجیم نوابی داشتین. بله. همراه آقای احسان امان داشتین کردو، واقعا هنرمندای فوق العاده خوب هستن. با کیا از افغان ها فعلا به تماس هستین؟ از هنرمندای تماس از هنرمندا با کی؟ با تیمور جلالی. آها. از فریموند. بله بله، بسیار انسان خوب، بهترین. بعد باز با کی دیگر؟ شما تازه امریکا هم بودین، از لس آنجلس آمدین. بله، بله. من هر سال 4-5 دفعه امریکا میرم میام. چی میکنین اونجا بخاطر کار؟ اونجا عروسی زیاد است بر محافل توی بر شما دعوت میکنه. اساس مردمی سمرقند. بله. بعد از همه خوجند، دوشنبه، در اونجا کلوب، از اونجا خواهد تاجیک ها شکر خدا خیلی زیاد هستن و خیلی موفق هستن. شما عروسی گفتین، ما توی گفتم. ما از روز که آمدیم بسیار چیزها رو یاد گرفتیم. بله. نغزی، سازی، بازن، امیال تنجی نه؟ تنجی نه چیزها دیگه. اینجا یک چیز دیگه که هر دقیقه هر کدام با میگه مایلش هم خداحافظی هم میکنی مایلش، سلام علیکی هم مایلش. بله. یکان چیز دیگر هم حال خود شوخی هست، یکان چیزی که چون خودت هم زبان لهجه ما را بلد هستی هم از خود تاجیکی تانه، یک چیزی که همیتا جالب بر خودت باشه او را بر ما بگو. جالب ها، یک فکایی میگوی نه؟ ها، فکایی بگوی. بله، یک دیشب فهمیدم. خب، یک مردی پیرانسال های سین سالش 85 هم 90 ساله، بعد نبیروش جمع کرده، نبیروش گفته خب بابا گبزن چی از پیری چی از که ما بفهمیم. گفته پیری خوب است، پیری خوب است، دولت پیری خیلی خوب، لکن همین دو پرابلم داره. گفته چی پرابلم؟ گفته یکیش چیزی میخوایی بگویی، مثلا یکان سخن میخوایی بگویی از خاطرت میبروید زود. گفته ها، دویومش چی؟ گفته دویومش، گفته از خاطرم بروم هست. دوم دیگه نداره دیگه، از خاطرش رفته. بسیار جالب، بسیار جالب، ممنونتان. خب میشه که در مورد کارهای هنریتان از موسیقی رو بگوین که مثلا شما که رو با موسیقی آوردین، درس رو خواندین، مکتب رو رفتین؟ البته پدر من، شما بخبر هستین، پدر که از هنرمندای فوق العاده استاد صنعت تاجیک. بله. بسیار شخصی معتبر، با احترام، شکری خداوند مهربان. دیگر از پدر ما 4 فرزند هستیم. 4 پسر، همگی پسر بچه ها. بعد 3 برادری من، اونا دیگر راه راه را انتخاب کردن، بعد دیگه خوردی من تنها خودم موندم و پدر میگو و یک نفر بیرق ما را بیرق ما را بالا بیرق ما را نگیریم. بعد دیدم که برادرام دیگه از بیرق گرفتن، گفتم خودم میگیرم بیرقه. بعد همی از 21 سالگی خواندن شروع کردیم و همون سال با شبنم جان قرارداد بسته کرده. از 22 سالگی هم دیگه ما توری جهانی رو شروع کردیم. در یک سال گویا که مثلا خیلی موفقیت بر من خداوند مثلا نصیب گردم. بسیار خوب. چطور است پدر بزرگوار شما؟ شکر خدا خوب است. شکر امسال 80 سالگیشان، هم سن و سال 80 هم 60 سال در صحنه. برای همین در روزهای نزدیک در دوشنبه کنسرت دارن. بعد سفرهای هنری اسرائیل و امریکا و روسیه و همینجا. از کار شما باز چطور؟ راضی است؟ خوش داره نیا که هر بار شما را 100% راضی است. 100% در کنسرتوی در کنسرتوشان هم گفتن که 70% پرچم در دست جانبیک است. با 30% من تا 90 سالگی برای شما سرود میخونم. بعد 90 سال که شد پرچم همگیشه به جانب یک میتیم دیگه، من استراحت میکنم. انشالله که از سالا شون و صحتمند باشن، امو
قدرت و توان داشته باشند که همیشه تو بدرخشند. تمام پدرای دنیا. آمین. آمین. و به نمایندگیش جانبه که ما را خداوند قدر قدرت بده که بتاند تمتد اثر و سر دنیا بدرخشند. هزار رحمت. دیگه در پالی از او از زندگی شخصی تان حالا بگین که چند بچه، چند دختر، چند عروسی، یک عروسی، دو عروسی، یک هشت عروسی. او خواه از ما و شما خرواج هست. نه شوخی میکنم. یکم بار خیلی جوان بودم. در سی سالی 20 سالگی در ما مثلا پیش همی 19 سالا 20 سالا میشه زود زنگیتر یا زنگیری همی رقم یک مود بود. برای همی 20 سالا دیگه چی میفهمی؟ جوان هستیم. بعد دو سال، یک سال دو سال ما دیگر یک دیگر فهمی نبود، جوان دیگر، فکرها دیگر. باز شما جدا شدیم؟ ما جدا شدیم، بله. جدا اولاد خواست و فرزند؟ اولاد یک تا فرزند. فرزند داشتیم. بله، بله. نوری الله الان 15 ساله است. باشد. از حالی بیایم میبینید، خدش بسید خدی خودم. بله. بعد تقریبا 10 سال دیگر ما دیگر فقط استراحت کردیم. گفتیم زن نمیگیریم. دیگر توبه. دیگر توبه. نه بعد از باز فهمیدی که به آیله هم نمیشود. برای که چقدری زندگی خوب داشته باشید، تمام دنیا را میگردید، تدزیاد دوستا دارید، لیکن آیله، فرزندا خیلی مهم است. برای همین گفتیم باید صاحب آیله شویم و خداوند مهربان زنی دوست داشته را، دوست می داشتم را به من نصیب گردان. دومی شد بخند. بله. و شکری خدا من 6 سال یک جایه، در 6 سال دو فرزند و امروز زادروزی همین دخترچه هم 2 ساله شد. 2 ساله مبارک. مبارک. از طریق همین کمره ها برشان تبریک میگیم. خداوند بخیر کلان بسازیشان، موفق باشند. و اسمشان چی گفتیم؟ فرزندی کلانیم نوری الله. نوری الله جان. بله. دخترچه هم زلیخا. زلیخا جان. سیوم پسرچه هم نوری دین. نوری دین. بسیار عالی. همسر دومتان، خانم دومتان هم تاجک هست؟ بله تاجک. خب بسیار خوب. بله. بسیار عالی. امیدوار هستم که دیگه زندگیتان به پای هم پیر شوین و اولادا و سرمایه بسیار خوب را بخیر داشته باشید. شما خودتان زن دارید؟ از ما دیگه در صددش هست. خدا تا حال نگاه کردیم در بخیر گفتم باشه اینجا هستا. خیلی در عروسیه تنها بود؟ نه سر در سر شما دعوت هسته. طاقه بازو جا یک قرتکی میگن اینجا یک شب چای نه؟ یک قرت مایره جان تایری مصاحبه داشتم بازی که میخواست که بگه قرتکی گفت بخورم یعنی یک قرط. ما میگیم یک قرط، اینا میگن قرطکی. اکوی اساسا زیادی گپا مثلا محلی لهجه ها مثلا. بله. وقتی تاجیکی ادبی حرف میزنی، گپ میزنیم، از او خیلی دیگه متفاوت. هم دشوار است، هم خیلی زیبا است. ما که از ما دیگه آموخته شدگی، از این طرف یک محل اکسنتش دیگه رفتم، دیگه محل دیگه امی. نه مقبول است، همیان بسیار شیرین است، همی خود تاجیکی اصیل. که امی حرفای مزه‌دار که شما دارین با طرف سمت بدخشان ما اونم نزدیکی میکنه با زبان شما خیلی میکنه. شیرین از لهجهش وام بسیار شیرین است. امی آقای میرمفتون اینجا همیشه میرم روش با تماس هستین نه راست دیگه ای بار که آمدن ما میگم که نشتم روی شما با تماس شد میشم. من شاید نمیفهمم، منم زیاد در سفر هستم. میفهم برای همین در یک ماه اگر باشیم شاید 10 روز در دوشنبه 20 روز دیگر در سفر همیشه در سفر میباشین. اونا هم گاگای میرن از بدخشان به اینجا میرن، از اینجا میرن دیگه. اما خوب است چون همین موسیقی محلی رو هم زنده نگاه کرده. که میر مفتون عزیزم خداوند عمرش دراز داشته باشه. شما چطور باز عاشق موسیقی سوچه و محلی و یا هستم؟ من عاشق همین موسیقی خوب باشه، من عاشقش هستم. برای من فرق نداره. چون بیشتر شما پاپ میخوانید. بله. نه به اون خاطر من گفتم لیریک پاپ. بله. به اون خاطر من گفتم که موسیقی محلی رو خدا دوست داره نداره؟ خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم و در عروسی ها میخوانم. در عروسی ها میخوانم. بله بله. اینجا داخل شارم با توی میرین و خیلی زیاد. خیلی زیاد. خب خیلی که پیسه چاپ کرده هستی. شکری خدا. هر چه قدره که محفل برین توی برین دیگه اونم قدر چی هسته. باز ما همی قانون دیگر هم روز امرای دیگه هنرمندام صحبت کردم. از شما میخوایم نظرتان رو بدانم که در اینجا در تاجکستان دوستای عزیز بیننده گرامی فقط 150 نفر اجازه است. بله. و وام بر 3 ساعت. بله. انال دو 150 نفر چه نفر جای کنه آدم؟ باز ما افغان ها دیدیم که 500 نفر 1000 نفر داریسی ها میه. بله.
خیلی دیگه قانون از قانون را دیگه باید رعایت کنی. اما باز فایده کرده خوب است؟ فایده برای من همین 3 ساعتش بسیار خوب است. آقا دیگه ما پیسه را میگیرین ما کم میخوانیم. زیاد توی دوام نمیدید. بعد ما که باز از ما زیادتر ما که توی ها میریم 30 دقیقه میخوانیم. زیاد نه 30 40 دقیقه. باز بعد شما باز میرید دیگه؟ باز ما میریم. اونجا یک اساسی هست از اول تا آخر. شما مهمان وار میرید. اینجا الان در تاجیکستان در هر یک توی ها کم در کم از 3 حافظ تا 5 هنرمند هست دیگه. مثلا هنرمند ها میبینن 30 دقیقه 40 دقیقه میخوانن میرن میبینن میخوانن میرن. بازی رواج است یا اینکه تنام و پیسدارای کار میکنه؟ اکو اساس با فکرم پیسدار چقدر پیسدار باشه همقدر زیاد باشه. اما که صنعتکار زیاد است. همقدر صنعتکار زیاد است. هنرمند زیاد است. خلاص زیاد. پس شما اون محفلای را میرین دیگه که حتما آدمایش خوب سرمایه دار میگیرن. ما حرکت میکنیم که بر نفرایی که ندارن هم خدمت کنیم. لکن دیگه ای کاری ما است. ما هم در تیم ما زیاد نفرها هست، موزیشن ها هست، 10-15 نفر که اونا کار میکنن هر روز. بعد باید سرود ایجاد کنی، باید ویدیو کلیپ شوت کنی، باید کاستیوم های ناخری، این همه دیگه مصرف هست. بلکل بلکل. باز با معارشی که یا میرین، با توی که میرین، شما همه تان زنده میخوانین لایف یا که سی دی پلی میشه و پلی باک؟ گویم از هم لایف هم پلی باک. هر دو میباشه؟ هر دو میباشه. لکن زیادتر لایف در عروسی. چون من خبر شدم یک تعداد از صنعتکارا و هنرمندای اینجا را که بیشتر کوشش میکنن هم سی دی خود بتن یا هم فلش خود بتن پلی بک میخوانن. اما افغانا را هنرمنداش در محفلای عروسی 90% همگی لایف است. اینجا هم 50-40% لایف است. 50-40%. اکا جانبی که عزیز از هنرمندای افغان کارایش کس کی را تعقیب میکنین؟ کی را میپسندین در این اواخر؟ تقریبا گویم اگر من با قیس جان خیلی من در تماس هستم. اوریانا جان خیلی در سطح عالی کار میکنم. باز که از پرودوسر با حسیب جان خیلی ما دوستی خوب هستیم. شوهری اوریانا جان. بله. بعد خیبر جان از آلمان دوستی بهترین. خیبر جان کوچی بله که بسیار یکی از دوستای خوب ما. چند روز پیش اتفاقا همراه حسیب جان خیبر جان با تماس بودم. آقای نادی، فواد جان نادی، خانم شان رویا جان و همه اینا دوستای من هستند که ما بسیار نانمک خوردیم یک جا و خدا خواهد همیشه دوستی ما دوام میدید و به آنها سلامی گرمی تاجیکانه میرسم. در مورد عزیب بگین که اگر جانی بیک بر ما یک زمزمه داشته باشد چی رقم یک آهنگ دوست داره که زمزمه بکنه؟ همین آهنگی که نو رو برو نو اکسود بسیار آلیس خیلی خوب شد. مسلمان یا تو زردشتی، یهودی یا نصارایی، یکی راهی نجاتی تو چرا با هم نمی آیی؟ بدان روزی رسان یک تا زمین، یک تا زمان، یک تا جهانت صد نوا دارد، خداوندی جهان یک تا. به 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 چی پیام و شعر عالیه که شعر آذرخش، استاد آذرخش. بسیار عالی. واقعا با امید روزی که همه مردم منعیسی یک انسان با هم نزدیک باشن، اصول آرامش در سراسر دنیا بیاید. بسیار خوب. از دلتان اگر یک پیام را داشته باشین بر مردم افغانستان یا بر در کل بر بینندای عزیز ما چی خواهد باشه؟ میشه که بگذار که در افغانستان تنجی و امانی باشد. افغانستان هم مثل تاجیکستان هم که آزاد باشد. بله. همه جا صدای موسیقی و صدای خنده و خرسندی و آرامش آرامش باشد و به همه تماشابینان توت تیوی همیشه سلامت و سربلند و موفق باشد و آهنگای ما رو گوش کنیم. ما همیشه در خدمت شما هستیم. با آیله یعقوبیان، با خاله جانم خدیجه خان، عمکم نبی جان، برادرم زایر جان، با همسرشان، با همه شما سلام میرسانم و همچنین برادرم در اونجا زندگی میکند. به کدام شهر هستن؟ با
تمامی اهل ایلش در نیویورک در نیویورک کوینز اینا نام خدا جمعیت تاجیکا و ازبکا بسیار زیاد هستن میجا. من خیلی اونجا زیاد ما امریکا دویم وطنی ما هست دیگه برای من برای خودت برای خودم برای که در همین اگر گوییم 10 سالی آخر تقریبا 35 بار 36 بار من رفت و آمد کردم امریکا برای همین دیگه تمام منطقه ها رو میدونم تمام استیت ها شهرها دوستای زیاد دارم در واشنگتن دی سی در لس آنجلس سان خوزه اورنج کانتی لاس وگاس سانتا مونیکا همه جا میامی برای همین به همه شما سلام میرسانم. بسیار عالی بارک آمدین بخیر مهمان ما هستین به خود توتی دعوتتان میکنیم. این دفعه راست به ترایویژن به توتی به خدمتتان که بخیر بین مهمان ما باشین و کارهای مشترک داشته باشیم. کارهای ما رو ترتیب بکنین توتی و ترایویژن. همین دفعه میخوام روم یک ماه دو ماه امریکا باشم. بله. از اونجا یک 15-10 روز شده در ترایویژن یکان کاری جدید میخوام در اونجا یا ثبت کنیم یا یکان پروژکتی نو پروژکتی با مردم خوش چی میگن جالب باشه و خوب باشه و کلا میگی ممنونتان تشکر زنده باشی یکا جان گل خانه آباد. خیلی خرسند شدم که شما رو در برنامه داشتم صحبتای داشتیم دوستا از آل احوال شما با خبر شدک و این واقعا جای بسیار افتخار است. دیگه یک جان تشکر زنده باشی یکا جان تا دیدار خدا نگهبان باشیم 100%. ممنونتان تشکر بیننده‌های عزیز دوستان گرامی ای بود صحبت‌های کوتاه و مختصر ما با هنرمند عزیز و جوان و ورزیده و توانمند جان بیک عزیز. امیدوار هستم که طرف توجهتان قرار گرفته باشد. برنامه‌ای را از دوشنبه تاجیکستان منعیس مهمان اینجا که آمدیم تقدیمتان کردیم کم ما و کرم شما. امیدوار هستم که ما را همیشه بیننده باشید و ما هم بتوانیم که خدمت شما بکنیم. با امید دیدار، الله نگهدارتان، خدا حافظ. خدا حافظ.